به نام آفریننده دانایی ها عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران گرامی. طرح پیش روتون یکی از طرح‌های مهم مجلس هستش. از همه دوستان میخوام که با دقت ویژه نگاه کنن. بحث حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان و فارغ التحصیلان ما مطرح هستش و کمیسیون هم توی حدود 2 سال گذشته بسیار روی این طرح کار کرده و اصلاح قانونی است که سال 89 تصویب شده و بعد از 10 سال نیازمند یک بازنگری اساسی است. یکی از دغدغه‌هایی که تک تک ما داریم اینه که چرا این پژوهش‌ها و پروژه‌ها تو کتابخونه داره خاک می‌خوره. سالیانه بیش از چند هزار نفر پروژه انجام میدن تو مقاطع مختلف و نمیشه ازش استفاده کرد. یکی از این دلایلش اینه که اصلا اجازه ندارن که این اتفاق بیفته. بنابراین توی این قانون ما اولی که مجاز دونستیم این کار دانشگاه ها انجام بده، دوم با اجازه کسانی که اینو درست کردن، ثبت اختراع، مؤلفین و غیره، کسی که اینجا واسطه پشت این تریبون داره صحبت میکنه کسی بوده که 11 سال پیش قانون شرکت‌های حمایت از دانش‌بنیان رو مصوب کرده. توی این قانون اون قانون رو اصلاح کردیم و گفتم هم نیاز بعد از 10 سال، بعد از تجربه 10 سالی که داشتیم، اون قانون در حقیقت تصحیح بشه. اگر تصحیح نشه روند رشد شرکت‌های دانش‌بنیان ما متوقف میشه. حالا چه اتفاقی افتاده؟ یکی از دغدغه‌هایی که وزیر محترم علوم داره اینه که شورای عطف ما داریم حذف می‌کنیم. بعد پی مادر من یک بار دیگه می‌خونم که هم وزیر محترم علوم که دارن الان گوش میدن گوش بدن، هم توی مشروع مذاکرات ثبت بشه. بند پیش این میگه سیاست‌های کلان در حوزه حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان با پیشنهاد شورای راهبری فناوری و تولیدات دانش‌بنیان به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری میرسد. پس این جمله‌ای که بعضی از دوستان به کار میبرند که شورای عطف ما حذف کردیم، کجا حذف کردیم؟ این هست همین الان. شورای عطف مسئول سیاست‌گذاری است. الان هم هست، الان هم داره این اتفاق میفته. و اگه شورای راهبری هم میخواد یه چیزی رو تو سیاست‌گذاری تصویب کنه، باید به تصویب شورای عطف برسونه. این نکته اول. نکته بعدی، شورای عطف سالی 1 بار جلسه داره، بعضی از سالام اصلا جلسه نداره. حالا سوال من اینه، اگر شرکت دانش‌بنیان نیازمند یه کار راهبری است، کجا بره مصوب بگیره؟ چه کاری میتونه انجام بده؟ شرکت دانش‌بنیان باید همین الان مشکلش حل بشه. داریم راجع به کار تکنولوژی هست حرف میزنیم، داریم راجع به این صحبت میکنیم که همین الان کرونا میاد و همین الان باید واکسنش درست بشه، همین الان کرونا میاد و همین الان دستگاه تنفس مصنوعی باید درست بشه، بره 1 سال دیگه بیاد؟ مگه میشه 1 سال دیگه کار کرد؟ حرف ما چی بوده تو این؟ گفتیم معاونت علمی برای اینکه قدرت کارایی بیشتری داشته باشه شورای عالی درست نکردیم. بازم دوستان میام میگن ما شورای عالی درست کردیم، یه شورای راهبری که دولت هم قبول کرده اگر بار مالی داشته باشه، دولت هم قبول داره این طرح رو، کتبا اعلام کرده شورای راهبری درست شده که رئیس مثلا ستاد کل مشترک عضو بشه. اگر این شرکت های دانشجو یا مشکل سربازی داشته باشن کجا باید حل بشه غیر از اینکه تو این شورای راهبری باید حل بشه؟ بنابراین اصلی ترین ماده این طرح که بیش از 1.5 سال خود من تو تمام مجامع علمی بردم و کار کارشناسی انجام شده این طرحه. این ماده چی میگه؟ خوب دقت کنید. میگه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، برای جوانان نخبه ما، برای جوانان نوآور ما که فکر دارن و ایده دارن، بهتر تو هر شعبه دادگاهی نمیشه طرح دعوا کرد. این فکر و ایده باید توی شعبه تخصصی طرح دعوا کرد و اونجا بررسی کرد. پس لازم است این شعبه تخصصی در همه کشور، در جایی که شرکت‌های دانش‌بنیان وجود داره به وجود بیاد. این فکر کنم همه موافق. جناب آقای دکتر سلیمی خوب دقت کنید، تو این ماده ما داریم چی کار میکنیم؟ دقیقاً منطبق اصل 44 داره عمل میشه و تو اصل 44 تأکیدم شده، حکم حکومتی هم هست که سیستم‌های دولتی وارد رقابت با بخش خصوصی نشه. حتی اونایی که تو بخش دولتی هم داریم باید به بخش خصوصی واگذار کنیم. این کاملاً منطبق بر اصل 44 و هیچ تضادی با قانون اساسی نداره. این نکته اول.
نکته دوم هم از آقای دکتر سلیمی میخوام دقت کنن، شرکت های دانش بنیان فقط خصوصی هن. اصلا بخش دولتی که شرکت دانش بنیان نداره که وارد رقابت با شرکت های دانش بنیان باشه. اولین اصل تعریف شرکت های دانش بنیان اینه که یک شرکت خصوصی است، بنابراین هیچ بحثی توی این زمینه نیست و کاملا منطبق بر اصل 44 قانون اساسی است. آقایه از همه شما سپاسگزارم به خاطر اینکه همراه بودید با این طرح و این قانون. همونجوری که بارها هم همه تاکید کردن، این یکی از قوانین کلیدی این کشور هستش که اصلاح سال 89 بود و کمک کرد به ما تو این جریان. این نکته اول. نکته دوم که لازمه تاکید کنم دوستان، همونجوری که باز هم همه تاکید کردن، لطفاً با همه اون نگاه مثبتی که تا الان داشتید ادامه بدید نگاه مثبتتون رو، شرکت‌های دانش بنیان رو حتما حمایت کنید و راجع به این قانون تو حوزه‌های انتخابی حتما صحبت کنید. این اگر نگم بهترین، یکی از بهترین قوانینیه که مجلس تصویب کرده. منو به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک فرد متخصص که بیش از 3 دهه است کارم همینه، چه قانون گذاری چه اجرا چه بقیه، تاکید می‌کنم. بنابراین لطفاً این کارو انجام بدید. نکته بعدی که لازمه تاکید کنم و به نوعی اشاره کنم به این موضوع، همه ما از اقتصاد نفتی بعدمون میاد، اقتصادی که منابع طبیعی ما رو برباد میده، از بین میبره، صادر میکنیم بدون اینکه هیچ جایگزین باشه. به این میگن اقتصاد فیزیکی یا هر چی اسم اقتصاد نفتیه. وقتی پشت این تریبون قرار میگیریم، یه تعدادی میگن که آقا مالیات ما جایگزین اقتصاد نفتی میکنیم. هیچ موقع تولید ناخالص ملی ما با مالیات اضافه نمیشود دوستان. مالیاتو که اضافه کنیم، کیه که ندونه مالیات گرفتن مستقیم فشار میاره به مردم. توی کشورهای پیشرفته، توی کشورهایی که کاملا این امر رو دریافت کردن، اقتصاد دانش، دانایی و نوآوری جایگزین اقتصاد نفتی شده. من بازم بگم، به عنوان یک متخصص دارم نظر خودم رو میگم، اقتصاد دانایی، دانش و نوآوری و تکنولوژی جای اقتصاد فیزیکی و اقتصاد نفتی گرفته. از دولت میخوام، تا الان همراه ما بودن توی این قانون، لطفاً هر جایی شورای نگهبان نیازمند تاییدیه کتبی داره حتما تایید کنید، چون این همونجوری که آقای رئیس جمهور فرمودن، اگر میخوایم حرف رو به عمل تبدیل کنیم، این عمله. عمل اینجاست که دولت باید کتباً نظر خودش رو به شورای نگهبان بگه. و آخرین نکته‌ای که لازمه بگم، از اعضای محترم شورای نگهبان میخوام که حتما دارن صدای منو میشنون، این طرح رو با نگاه نوآورانه، با نگاه خلاقانه بررسی کنن. هر جا فکر میکنی نیازمند توضیح است، در هر مرکزی، من همینجا اعلام میکنم با افتخار در خدمت شما هم که هر جا لازم توضیح داده بشه که این قانون تصویب بشه، در خدمت شما.